الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قبل از اینکه رسول گرامی اسلام مبعوث به نبوت گردد، در دنیا کشورهای بزرگ و کوچک وجود داشت و رژیم‌هایی که اونها را اداره می کرد رژیم‌های استبدادی و سلطنتی بود. اما وقتی پیغمبر اسلام مبعوث به نبوت شد، حکومت الهی برقرار کرد و اصول عدل و داد را بین مردم پایه‌گذاری کرد. تمام عواملی که مایه فساد و اختلاف بود از بین برد، تعصب‌های نژادی، اختلاف عرب و عجم، تقدم سفید بر سیاه و خلاصه به اشکال مختلف هرچه بود خاتمه داد و گفت مردم فقط و فقط بنده خدا هستند و باید خدای را سجده کنند و بس. این حکومت الهی و این حکومت آسمانی مردم را از بدبختی‌ها و تیره روزی‌ها و فشارها آزاد کرد. تا پیغمبر زنده بود بر همون اساس مملکت اداره می‌شد. اما بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، یک مقداری اوضاع و احوال از مسیر واقعی خارج شد، ولی خیلی به تدریج. این یه مطلبی است که لازم است اصلا مسلمان‌ها بدانند ریشه اختلاف ائمه طاهرین با خلفای بنی امیه و بنی عباس چه بود و از کجا سرچشمه می گرفت. حالا برای اینکه این مطلب قدری روشن شود، یک عبارت بسیار جالب در مقابله عبید الله و مسلم ابن عقیل است که مبین این مطلبه. وقتی مسلم رو در کوفه بعد از زد و خورد اسیر کردند و آوردند با لب غرق خون و بریده مقابل عبید الله، عبید الله به مسلم گفت اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم على بعض. گم مسلم، شهر آرام بود، آمدی شهر رو به هم زدی، مردم را به جان هم ریختی، اخلالگری کردی و ناامنی به وجود آوردی.
مسلم جواب داد یک سطر ولی یک کتاب، گفت لست اتیت لذالک، من اخلالگر و ماجراجو نیستم، ولکن الناس یزعم ان اباک قتل خیارهم و سفک دماءهم و عمل اعمال کسرا و قیصر فأتیناهم لنحکم بالحق و نعمل بالکتاب. گفت این مردم عقیده شون اینه که پدر تو مسیر مملکت رو تغییر داد، خونه‌ها را به ناحق ریخ و عمل اعمال کسرا و قیصر. کسرا نام سلاطین ایران بود و قیصر نام عموم سلاطین روم. گفت برنامه کسرا و قیصر پیاده کرد، یعنی رژیم استبدادی در بین مسلمان‌ها برقرار ساخت. فأتیناهم لنحکم بالحق و نعمل بالکتاب. ما که آمدیم برای این آمدیم برنامه رو برگردونیم به عصر پیغمبر، حاکم در مملکت قرآن باشد و قانون مقدس اسلام و حق. بنابراین اشکالی که ایجاد شد بین علی و معاویه، حضرت حسن و معاویه، یزید و ابی عبدالله، عبدالملک و امام سجاد و بعد منصور دوانقی و امام صادق، هارون و موسی بن جعفر، مأمون و حضرت رضا تا بقیه ائمه، تمام بر این محور است. بنی امیه و بنی عباس میخواهند حکومت استبدادی و رژیم سلطنتی امپراتور روم و ایران برقرار کنند، اما ائمه معصومین میخواهند حکومت الهی، حکومت قرآنی و برنامه عدل اسلامی پیاده شود. بنابراین این دو طریق، این دو مجرا، این دو خط الدوام با هم در جنگند، یعنی خط امیرالمؤمنین با معاویه ناسازگار است، خط حسین و یزید ناسازگار است، خط امام سجاد و عبدالملک ناسازگار است و خطوط هارون و منصور و مأمون با امام باقر و صادق و موسی بن جعفر و امام رضا ناسازگار است. این عمق قضیه. حالا این ناسازگاری مسلم، اما برنامه‌ای که دولت‌های بنی امیه و بنی عباس پیاده کردند تمامش یک هدف بود، منتها شکلش عوض می‌شد. مثلا ملاحظه کنید جفت‌سازی‌ها بر ضد امیرالمؤمنین، مسموم کردن امام مجتبی، قطع کردن حسین در عاشورا، اسارت حضرت زین العابدین، زیر نظر گرفتن امام باقر و صادق، موسی بن جعفر به زندان رفتن، امام رضا به ولایت عهدی آمدن، تمام اینها یک هدف داشت و اون هدف کوبیدن عز و حیثیت اهل بیت بود، منتها به شکلای مختلف.
من فکر کردم به خواست خداوند خلاصه سیاست ضد اهل بیت را در طول مدت دراز بنی امیه و بنی عباس با تغییر شکل را توضیح بدم. اما اول معاویه بر ضد امیر المؤمنین جب سازی کرد و الان همه شما جب سازی را بسیار خوب درک می کنید. معاویه برای امیر المؤمنین جب سازی قوی کرد به طوری که بیت المال مصرف می شد در این که بگوین علی از دین خارج شد، علی نماز نمی خواند، علی استحقاق لعن و نفرین دارد، لعن علی عبادت است، باید در مساجد علی را لعنت کرد. و آقا به قدری این قضیه رو پرداد که جزء برنامه های خطبه نماز جمعه ها اول حمد خدا، درود پیغمبر، سب علی ابن ابی طالب در تمام مملکت این جب و به وجود آورد. و این خیلی بحث داره، من فقط اشاره می کنم یه نمونه براتون بگویم. بعد از مرگ علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن عباس آمد شام. عبدالله ابن عباس از دوستداران علی ابن ابی طالب بود. معاویه برای اینکه قدرت حکومت و بنیه مالی بیت المال را به او نشون دهد، عبدالله ابن عباس رو ورداش آورد در بیت المال. طلاها، نقره ها، جواهرات، ظروف قیمتی، پارچه ها، پر از سرمایه، همه را ارائه کرد. عبدالله عباس هم اینقدر فکر بلند دارد که اعتنا به این حرف ها نمی کند. معاویه گفت عبدالله یک چیزی از بیت المال برای خودت بردار. نظر معاویه این بود که مثلا یه شمش طلا، یه شاخه طلا، یه مش، یه کیسه پول طلا عبدالله بردارد و بعد معاویه بنشیند در مجالس و بگوید دوستان علی چه پستند، من عبدالله را بردم بیت المال رو ارائه کنم، این یک مقدار طلای مملکت رو برداشت. عبدالله بیدار و متوجه به اصرار معاویه اعتنا نمی کرد، هرچی گفت چیزی بردار برنداشت. اما در موقعی که می گشت رسید به یک جبه وصل کرده مال علی ابن ابی طالب، استاد نگاه کرد که جبه مال امیر المؤمنینه. گفت معاویه حالا که اصرار میکنی این قیمتی ندارد، من این یادگار علی رو بردارم. گفت بردار، اما این چیزی نیست، بیا طلا بردار، جواهر بردار، دینار بردار، این قیمتی ندارد. گفت چون قیمت ندارد برمیدارم، و اگر قیمت میداشت بر نمی داشتم. خلاصه جبه علی رو به نام یادگار برداشت. باز یه دور دو دور با معاویه بیت المال و دور زد. حالا میخوان برن بیرون، معاویه تصمیم گرفته به شخصیت عبدالله عباس ضربه بزند.
در بیت المال دست عبدالله عباس رو گرفت تو دست، گفت یا باید از بیت المال چیزی برداری یا باید از من یک خواهشی کنی یا اجازه نمیدهم از بیت المال بیرون روی، همینجا زندانیت خواهند کرد. گفت چیزی بر نمیدارم. گفت خواهش کن. گفت خواهشی هم ندارم. اصرار کرد. اینجاست دقت کنید، گفت معاویه حالا که اصرار میکنی من چیزی از تو درخواست کنم، درخواست من اینه، هرچه خواستی به علی بد گفتی که حکومت رو ببری، حکومت را بردی، خلافت را بردی، علی هم از دنیا رفت، دستور بده دیگه علی را در مملکت در منابر لعن و سب نکنند. این خواهش منه. آقا تا این حرف زد، معاویه به شدت دست عباس رو ول کرد، گفت لعن علی دین است و دین باید در مملکت بماند. این بساطه. بنابراین اونی که معاویه عمل کرد برای خاموش کردن صدای علی در اقامه عدل، جوسازی بود، جوسازی قوی کرد. بعد از علی ابن ابی طالب جوسازی برای امام مجتبی آسان‌تر بود، اون حضرت هم در جریان جفسازی قرار گرفت، به اون حضرت هم اهانت بسیار کردن و در خلال جفسازی جاسوس فرستاد و به صور مختلف اذیت کرد، ولی سرانجام هم امام مجتبی را مسموم نمود. این رد شد. رسید ایام ابی عبدالله، صحنه هایی برای امام حسین ساخت بماند، ولی یزید در میدان کربلا اون همه نظامی آوردند و کشتند و پیر و جوان و شیرخوار و نابالغ و بالغ همه را کشتند، اهل بیت را هم اسیر کردن، به خیال این که خیلی قدرت نشون داد، غافل از این که هرچه بیشتر عمل می کند بیشتر مفتضح می شود. بعد از امام حسین مدینه انقلاب شد. یک مردی به نام عبدالله ابن حنظله رهبر بود، آمد رفت منبر، مردم رو جمع کرد، گفت مردم پسر پیغمبر رو یزید کشته، من به نام یک مسلمان امامم و از سرم بر می دارم و همین طور یزید رو از مقام خلافت عزل می کنم، هر که با من موافقه سر برهنه کنه. تمام سر برهنه کردن. بعد به مردم گفت مردم مدینه باید بر ضد یزید قیام کند، هر که موافق با من بیعت کنه. بیعت کردند. مدینه یک پارچه قوغا شد. تمام آل امیه را گرفتند، زندان کردند. گزارش برای یزید رفت، یک جنایتکاری را به نام مسلم ابن عقبه فرستاد، گفت برو مدینه رو قتل عام کن، من اصلا نمیتوانم بگویم چه کردند و چه شد. اجمالا به شما بگم همه مردمی رو که کشتن تو مسجد پیغمبر، همه مورخین می نویسن از درهای مسجد پیغمبر خون جریان داشت. اجمالا بهتون عرض کنم کار به جایی رسید
که وقتی بنی عباس بر ضد بنی امیه قیام کردن، یکی از اسلحه های برندشون همین قضایای کربلا بود که آل امیه حسین رو به این وضعیت کشتن. حالا بنی عباس آمدن رو کار. میخوام فشرده بگم که هم به امام مجتبی اشاره شد، به امام رضا هم برسد. بنی عباس اومدن رو کار، اینا هم الان میخوان حکومت سلطنتی کنن و اساس خودسری و دیکتاتوری، ولی خب امام صادق مانعه، اعتراض میکنه، نمیگذارد. بعد نشست فکر کرد منصور دوانبی، گفت که ما میبینیم یه زمانی معاویه بر ضد علی جب سازی کرد، اشتباه بود. بعدم یزید آمد لشگرکشی کرد، اونم اشتباه بود. حالا ما بیایم از در مثبت وارد شیم، اصلا بیایم با امام صادق رفیق بشیم، گرم بشیم، دعوت کنیم، آقا جان تشریف بیارید دربار، شما رو ببینیم، آقایید، بزرگید، بزرگوارید. ما از این در وارد میشیم، هم شخصیت امام صادق کوبیده میشود، هم ما حکومتمون رنگ اسلامی بیشتر پیدا میکند. اون متدینین درجه اول میگن امام صادق هم رفت، اونم سازشکار بود، رفت با بنی عباس ساخت. اون نیمه جانها هم میگوین بابا دیگه چی میگید، این حکومت اگر حرام بود و حکومت غلط بود امام صادق نمیرفت. این نقشه رو فکر کرد، گفت باید این نقشه رو پیاده کنیم. اما نمیدونه امام صادق چقدر ارزشمند و پرقیمته. این بود وقتی این فکر رو کرد، برای امام صادق پیام فرستاد، فارسل الی لملا تخشانا کما یخشانا سائر الناس. گفت امام صادق چرا با ما رفت و آمد نمی کنی همون طوری که سایر مردم با ما رفت و آمد می کنند؟ جوابی عجیب داده امام صادق. حضرت در جواب منصور دوانقی فرمود ما عندنا من الدنيا ما نخافك ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له ولا أنت في نعمة فنهنيك عليها ولا تعدها نقمة فنعزيك عليها فلم نخشاك. گفت منصور اما ما خاندان پیغمبر پول و طلا و نقره و آب و خاک و اموال دنیا اینقدر نداریم که برای حفظ اونا از تو بترسیم به تو نزدیک بشن. ما پولی نداریم تا بترسیم. اما تو هم آدم خوبی نیستی که من به امید آخرت و به امید رحمت الهی بیام با تو رفت و آمد کنم. پس نه من ترس دنیا دارم و نه تو سرمایه آخرت. یک. بعد دوم گفت اما تو نعمت زیاد داری، به نظرت حکومت داری، قدرت داری، ولی همه اینا آلوده است. تو نعمت واقعی مرضی خدا نداری که من بیام به شما تبریک بگم. این که نیست. و بعد میگه ولا تعدها نقمه ف
فنعزی که علیها، خودت هم حکومت ریاست تو نقمت و مصیبت نمیدونی که من بیام تو دربارت بگم تسلیت عرض میکنم. نه تسلیت برای اینکه تو اینو گناه نمیدونی، نه تبریک من میدونم چون قصده، نه دنیاست نه آخرت، نه تبریک نه تعزیت، من بر چی بیام؟ فل من اخشاد تخته کرد به کلی درار و بست. منصور دوباره پیام داد، خیلی با تدبیر پیام داد، انک تصحبنا لتنسحنا لا لا ایم. گفت یبن رسول الله تشریف بیارید ما رو نصیحت کنید، بیاید در دربار شما ما رو نصیحت کنید. امام چه جواب داد؟ امام جواب داد من اراد دنیا فلا ینسهک و من اراد الاخره فلا یسحبک. گفت منصور اونی که آرزوی دنیا داره نمیاد تو رو نصیحت کنه، نصیحت چی؟ میخواد تو رو بدوشه، پول از تو بگیره بیاد نصیحت کنه که تو اوقات تلخ بشی؟ هرگز. اونی هم که اراده آخرت دارد با مثل توی رفیق نمیشه، پلیدی کثیفی، نمیام. و نرفت. منصور دوانقی دید نشد، امام صادق رو نتونست بکشه دربار، جنگ باهاشم که با لشکر کشی نمیشه، جف سازیم نمیشه، انقدر اهل بیت محبوبیت پیدا کردن که جف سازی فایده نداره. گفت باید تحت نظر گرفت. خانه امام صادق بالای کوچه، ته کوچه مأمور، علت دوام، اینقدر مأمور که احدی جرأت نداشت برود خانه حضرت. ما ببین کار به کجا رسید. یکی از علماء بزرگ برای سؤال مسئله آمده بود که برود حضور امام، متوجه شد اینقدر مأموره چه بکنم. این اتفاقا آمد دید تو اون کوچه بالا یه دور گردی یه لاوک خیار رو کلشه، هی میگه ای خیار ای خیار. آمد گفت بذار زمین، گذای زمین. گفت این خیارا چند میارزه؟ گفت مثلا 10 تومن. گفت تمام خیارا رو من میخرم بعدم میدم به خودت، اما این لباسمو در میارم لباس تو رو میپوشم، اون چنبلتم بده رو سرم بذارم، لوشم بذارم، من یه کاری دارم با این ظرف خیار میرم برمیگردم، خیارا مال تو پولم مال تو، خوب خوب کاسبیه. گفت همینجا بشین من برگردم. خیار فروشن نشون لباس او رو پوشید و چنبله رو گذارد و لوک خیار رو گذارد رو سر، رب تو کوچه. مأمور چه خبر داره که این خیار فروش نیست؟ یکی دوتا هم اومدن یه دوتا خیار خریدن، اما این رفت تو دالان امام صادق. یه نفر آمد بیرون گفت رو به امام بگو بیاد. آقا آمد گفت یبن رسول الله من یه خیار خریدن اما این رفت تو دالان امام صادق. یه نفر آمد بیرون گفت رو به امام بگو بیاد. آقا آمد گفت یبن رسول الله من یه مولا، من یه عالمم، من خیار فروش نیستم، آمدم چند تا مسئله بپرسم، اوضاع اینقدر رقت آوره، من وضعم رو عوض کردم. این آقا گفت زود بگو خطرناکه. یک مسئله، دو مسئله، سه مسئله جواب داد. چشم امام صادق و او هر دو گریان، لواک گذاشت رو سر، آمد بیرون رفت لباس رو کند، لباس خودش رو پوشید رفت. این وضع امام صادق آخرم مسموم شد.
اما در تمام این اختناق ها دوستان امام صادق و دوستان اهل بیت فعالیت داشتند. امام صادق رو مسموم کرد، رسید زمان هارون و دوره موسی بن جعفر. هارون هم ببینید چقدر افکار عمومی به نفع اهل بیت داغ بود. وقتی میخواست موسی بن جعفر رو دستگیر کند، تو مسجد پیغمبر رو کرد به قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله من معذرت میخواهم، سیاست مملکت اقتضا میکند فرزند تو رو بگیرم و زندانی کنم. امام رو گرفت، محملایی درست کرد، دروغی از این ور فرستاد بصره، از اون ور فرستاد بغداد، کسی نداند موسی بن جعفر رو کجا بردن و برد در زندان که بین او و مردم جدایی بیفتد. انقدر حضرت مون تا از دنیا رفت، برای این که بدونید سیاست اهل بیت چقدر عالی پیش رفته، امام رو مسموم کرد، اما جنازه رو آوردن گذاشتن کنار جسر بغداد، گفتید مردم بیان صورت مجلس کنند، شهادت بدن موسی بن جعفر نه ضربه دیده، نه زخم خورده، نه بدن سیاه شده، بنویسن به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اینقدر قضیه سیاسی داغ بود. پس نتونستن اهل بیت رو جلب کنند. رسید زمان مأمون. مأمون توی بنی عباس از همه ملاتر بود. مأمون فکر منصور دوانقی بی خود به امام صادق تعارف کرده تشریف بیارید، باید امام رضا رو به زور آورد دربار، تهدید به کشتن کرد. خواهش و تمنا چیه؟ دستور داد به مدینه امام رضا رو محترم حرکت بدید به سمت مرو. امام رضا آمد، خط سیرش هم تعیین کرد. خلاصه حضرت رضا آمد وارد مرو شد. علی ظاهر خیلی احترام می کند، خیلی زیاد. در جلسه بعد از چند روز از ورود امام رضا رفت حضور حضرت، گفت یا ابن رسول الله، تصمیم گرفتم خلافت رو به شما برگزار کنم و خودم بر کنار شوم. آقا فرمود اگر خلافت را حد شرعی خودت میدانی و خدا به تو داده است، تو چه حق داری به دیگری برگزار کنی؟ و اگر خلافت را قصد میدانی و حد شرعیت نیست، تو چیستی که به دیگری برگزار کنی؟ در هر دو لنگه قضیه غلط است. اگر عقیدت حق است نمی شود، اگر باطل است نمی شود. من نمی کنم. گفت پس بنابراین باید ولایت عهدی رو قبول کنی که بعد از من خلیفه شما باشی. حضرت رضا گفت مأمون به تو بگویم، پدرم از پدرش، از پدرش، از جدم علی ابن ابی طالب روایت کرده از نبی اسلام، فرمود من قبل از تو مسموم می شوم و کشته می شوم و نزدیک قبر هارون دفن خواهم شد. من بعد از تو نیستم تا ولی عهد باشم و اون موقع خلیفه. گفت کی جرأت دارد در حضور من و با بود من شما را بکشد؟ گفت میدانم، اما نمیتوانم بگویم و نمیگویم. رفت آمد چند جلسه، عاقبت گفت آقا جان، یا باید قطعا ولایت عهدی را قبول کنی یا قطعا شما را خواهم کش. سریع تهدید به قتل کرد. اون وقت هدف خودشم گفت شما میخواید عضویت دستگاه دولت ما را نپذیرید که مردم درباره شما بگن خاندان پیغمبر عابدن، زاهدن، متدینند. حضرت گفت من میدونم تو چه قصدی داری. گفت چه قصدی دارم؟ گفت در امانم بگم. گفت بله در امانید بگید.
گفت تو میخواهی ما رو بیاری در این جریان تا مردم بگن این اهل بیت پیغمبر که میگفتن ما زاهدیم دروغ بود، دنیا به دستشون نمیرسید. دیدی وقتی به دستش رسید چطور گرفت قرص و محکم؟ گفت من نمیدونم، یا میکشم یا ولایت اهلی. حضرت گفت اگر قضیه قتل است قرآن اجازه نمیدهد من خودم رو به کشتن بدهم، برای این که تو این حرف رو میزنی من قبول میکنم، اما به شرط این که اصلا در امور مملکت مداخله نکنم و یک قدم هم بر ندارم. گفت بسیار خوب، اما تمام هدف کوبیدنه. اگر بررسی دقیق بشود درباره روشی که اتخاذ کردند بنی عباس به خصوص مأمون در مورد امام رضا، خیلی بحثای جالبی است. من به قدر ظرف وقت یه خورده اشاره کنم، به قدر باقی مونده وقت. اول، سالی که امام رضا آمد و ولی عهد شد اتفاقا بارون نبارید، نشستن این اطرافیان مأمون به جوسازی. چه مرد بدیست، چه مردیست که وقتی آمد به قدم او خدا نعمتش رو از ما گرفت و بارون نیامد. به مأمون گفتن بهش بگو. مأمون نمیتونست که اینجور بگه. گفت آه خیلی صحبت میکنن که شما آمدید بارون نیامد، شما آقایی، شما پسر پیغمبری، قبول کن برید استسقا، نماز استسقا، دعای باران، باران بیاد. چرا اینه میگه؟ میگه الان که این شهرت هست بعد بره نماز استسقا بارانم نیاد، اون وقت بگن دیدید این هیچ آبرو پیش خدا ندارد. تا به حضرت گفت برید به صلات استسقا فرمود میرود. عرض کرد کی میرید؟ وقتی صحبت میکرد روز جمعه بود. فرمود روز دوشنبه میرم. گفت چطور دوشنبه؟ گفت دیشب پیغمبر رو خواب دیدم با جدم امیر المؤمنین، آمدن به من گفتن پسر جان روز دوشنبه برای طلب باران به بیابون برو و خداوند در این دعا عز و عظمت تو را افزایش خواهد داد، دوشنبه خواهم رفت. خبر کردن دوشنبه، قوقا شد که امام رضا پسر پیغمبر میخواد بیاد برای صلات استسقا. مفصل نماز خون، منبر رفت، سخنرانی کرد، خدایا آبروی اهل بیت رو حفظ کن، باران رحمت بفرست، و حتی گفت پروردگارا باران را موقعی بفرست که مردم به خانه های خود رسیده باشند و از باران صدمه ندیده باشند. آقا حرفش تمام شد، نسیم وزیدن، ابرها آمد، خلق الله رفتند و به منزلا رسیدند، باران آمد، همه متنعم شدند، ارزش امام رضا بالاتر آمد. حالا ولوله شده که ببین چه محبوب خداست امام رضا که دعا کرد و باران آمد. آقا اون شیاطین وسوسه‌گر آمدن رفتن پیش مأمون، گفتن مأمون این چه کاری بود کردی؟ آبروی بنی عباس رو بردی، خودت رو به خطر انداختی، گرفتار بلا و بدبختی کردی. ما ندیدیم کسی اینقدر به حکومت و قدرت خودش ستم بکند. مفصل این جمله رو نوشتم. به مأمون گفتن هل جنا احد على نفسه و ملکه مثل جنایتک؟ این چه کاری بود کردی؟ امام رضا رو آوردی، هی داره آبروی خودت تنزل می کند.
فقال المأمون، مأمون تمام راز دلش رو آشکار کرد. این تیکه رو که الان دارم میگم برای این که گاهی بعضی ها میگن چرا مقام ولایت عهدی رو قبول کرد، چه سیاستی در کار بود. این حالا الان خود مأمون اظهار کرد. فقال المأمون قد کان هذا الرجل مستترن انا ید او الى نفسهی. شما خوب بفهمید فعالیت های پشت پرده رو. مأمون گفت این امام رضا در پنهان و سر سر هی داشت عضو میگرفت، شیعه میگرفت، جمعیت جمع میکرد گرد خودش بر ضد ما که یه مرتبه حکومت ما را بکوبد. فعردنا ان نجعله ولی عهدنا لیکون دعائه لنا دعائه لنا ولیعترف بالملک و العلاق لنا ولیعتقد فیه المفتونون به انه لیس من مدعا. گفت من اینو آوردم برای اینکه اولا بیارمش تو دربار تو ما حزم بشه، قاطی خود ما بشه و بعدم به نفع ما تبلیغ بکنه و اونایی هم که خیلی شیعه خالص و خلص هستن کم کم ازش جدا بشد. من برای این آوردم. و بعد گفتش حالا که اینقدر مردم متوجه شدن نمیشه نپخته عمل کرد، باید بذاریم قدم به قدم زمینه پیدا کنیم، امام رضا رو بکوبیم، در افکار عمومی اون وقت ردش کنیم. این نقشه هست. شروع کردن به عمل. من دیگه خیلی حرف هست. یکی از حرف ها نماز عید خوندنه. همه شنیدید آقا رو گفت بر نماز عید بخون. آقا گفت من به وضع پیغمبر میخوام برم. تکبیر تا برهنه قوقا شد. وسط را گفت آقا برگردید. اینقدر اهانت کرد. به یکی از علمایی که اون روز متکلم از افرادی است که خیلی ارزش علمی داره به نام سلیمان مروزی، به اصطلاح یکی از علمای کلامه، یه روز آمد خواست سلیمان رو، گفت سلیمان یه پسر عمو من دارم از مدینه آمده پیش ما، من میخوام روز ترویه یه مجلس علمی را بندازم، تو بیا، بنی هاشمم میاد، اونم بیاد، باهاش مباحثه کن. سلیمان مروزی گفت منو معاف بدارید. گفت چرا؟ گفت برای اینکه پسر عموی شماست، وابسته به شماست، میخواید همه بنی هاشمم جمع کنید، بعد من با این آقا مباحثه کنم، این آقا نتونه جواب بده، خجالت بکشه، بعد بنی هاشمم خجالت بکشم، من نمیخوام. گفت من از تو برای این خواستم. خیلی عجیبه ها. گفت اصلا به تو گفتم بیا، تو متکلم قوی و نیرومندی، بیا بکوبش، بذار منعکس بشه، ملایی نداره، امام رضا معلومات نداره، من برای این خواستم. گفت حالا امن میفرمایید. چشم. آن مجلس درست کرد که با مباحثه امام رضا رو بکوبه. آمد اون سلیمان مروزی، آمد بنی هاشم، آمدن دور تا دور بنی عباس نشستن. آقا در باب مشیت و اراده خدا مطلب رو آورد امام رضا در بین، له کرد او را، اونچنان لهش کرد که مأمون گفت سلیمان آبروی مرا بردی، من خیال میکردم تو ملایی. کار به اینجا رسید. ببینید چه نقشه ها تر کرد. تمام اعمالی که بر ضد امام رضا بود انجام داد که برای کوبیدن علی ابن موسی رضا، اما او ولی که خداست، او حجت باری تعالاست و ثابت قدم در مسیرشه. مخصوصا یه جمله عجیب در یه روایت، اینم بگم عرضم تمام بشه. اولا در تاریخ داره
یه امارت به اصطلاح ما دو قلو بود در یک باغ بزرگ، هر دو به هم چسبیده، این دو امارت با یه راه رو به هم متصل می شد. از این راه رو امام رضا می آمد به دید مأمون، مأمون می آمد به دید امام رضا، کسی از این راه رو نمی آمد. خلاصه امام رضا در امارت باغش اون طرف شرق، این غربه، رفت آمد هم زیاده، مأمورم هست. امام رضا در مقام گفتن میگوید، اما نه تحریک کنه به عنوان اینکه مسلحانه قیام کنن، چون میکوبند، مأمون میکوبه فایده نداره، اما در مقام بیان میگه شما رشادت از این بالاتر میخواهید؟ دو تا مسافر علاقمند به اهل بیتم بودند، آمدند در مرز، آمدند به زیارت امام رضا، این دوتایی آمدند نشستند. روایت میگه فسأله عن القصر، اینا گفتن آقا ما مسافریم، راجع به نماز قصرمون میخوایم مسئله بپرسیم. حضرت به یکی از اونها گفت نماز تو قصر است، باید دو رکعت بخوانی، لأنک قصدتنی، برای این که تو برای ملاقات من آمدی. اما به اون یکی گفت نماز تو تمامه، سفرت سفر معصیته، در سفر معصیت نماز قصر نیست، لأنک قصدت السلطان، تو برای دیدن مأمون آمدی، از این شجاعتر میخواهید؟ زیر گوش مأمون مسئله شرعی میگوید کسی که قصد ملاقات مأمون کرده سفرش سفر معصیت است و نمازش قصر نیست. وقتی مأمون تمام نقشه ها را به کار برد و نتوانست قدرت نیرومند علی ابن موسی رضا را از میان ببرد، تصمیم گرفت حضرت را مسموم کند. آقا رو برد گفت بیاد حضرت در دربارش، اما گفته بود پیغمبر به من خبر داده، میدونست. رفت، وقتی رفت میخواست برود گفت ابو سلط من میروم و بر میگردم، اگر برگشتم دیدی ابا به سر دارم با من حرف نزن. هیچ، رفت برگشت عبا بر سرش بود. خب به امر آقا ابو سرد حرف نزد. آقا اومد منزل گفت درو ببند، هر که آمد راه نده. یکی از چیزایی که گاه گاهی بعضی این عمل امام رضا رو تفسیر کردن به غلط، موجب تأسفه که گفته آقا تو امامی، مردم به دیدنت میان، گفته کسی دیدن غریب نمیاد. این حرفا چیه؟ این بزرگ شخصیت مملکته. میدونی چرا این حرف رو زد؟ برای این که جان شیعیان رو حفظ کنن. میدونه سم خورده، عبارش کشید به سر که دومن عبارو بکشه رو صورتش، داره میاد کسی ندونه این امام رضاست، و الا میاد جلو آه سلام علیکم چتونه، حالتون بده، چطور شده، ببرین دکتر طبیب بیارین. آقا نمیخواد این حرفا بیاد، برای اینکه اگه این حرفا آمد معلوم میشه آقا رو مسموم کردن، مأمون مسموم کرده، مأمون که متهم شد قوغا در میگیرد، شیعیان قیام میکنن، اونم قتل عام. گفت من باید کشته بشوم، بذار لااقل جان دوستان ما در خطر واقع نشود.
عبا رو کشید سرش. احدی نمیدونست آقا امام رضاست، عبا جلو صورت افتاده. آقا آمد دم در، خب ابو سلطم که حق نداره حرف بزنه. آقام گفت در ببند. چرا؟ اگر الان منعکس بشه امام رضا حال نداره، نسل سیل، وزرا، افسران، تجار، کسبه، مردم میان هی میگن آقا چتونه؟ غذای بد خوردی؟ مسمومیت غذا چیه؟ آقا نمیتونه بگه. باید این مصیبت رو تحمل کند و لب باز نکنه تا شیعیان بماند. این بود آمد افتاد توی بستر. سم خیلی اثر گذاشت، تمام بدن زرد شد. آقا در بستر افتاده و از نظر وضعیت خیلی ناراحت و بسیار متعلم، اما سرانجام به حول و قوه الهی امام جواد آمد. بدن علی ابن موسر رضا را به احترام به ظاهر برداشتن. ای علی ابن موسر رضا، من چه بگویم؟ شما یک نگاهی به مدینه کن ببین با جنازه امام مجتبی چه کردن. جنازه امام مجتبی را طبق وصیت آوردن برای این که با پیغمبر تجدید عهد کند، اما آمدن اونهایی که آمدن. یک وقت ابی عبدالله دید جنازه رو تیرباران کردن، بدن برادر رو برداشت، از مسجد بیرون آمد، بدن امام مجتبی را برد در قبرستان بقی، بدن رو دفن می کرد اما مثل باران گریه می کرد. خطاب کرد به مردم، به خودش یه واقعیتی را بیان کرد. گفت ولیس حریب من اصیب به مالهی ولکن من وارا اخا حریبو. صدا زد حسن جان، قارت زده کسی نیست که مالشو برده باشند، قارت زده کسی است که با دست خود بدن برادر خود را میان قبر بخواباند. ای علی ابن موسر رضا و ای حسن مجتبی، وقتی از دنیا رفتید روز مرگتون بدنتون دفن شد، اما بدن ابی عبدالله سه شبان روز روی زمین ماند. عاقبت چادر نشینای بیابان آمدن برای این که بدن رو دفن کنن. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله.